الان از هر طرف میشنوی چی میگن؟ والا اگر مرزها رو باز بگذارن ما میریم جهاد فلسطین، اگر مرزها رو باز بگذارن، اگر به ما اجازه بدن ما میریم به برادران مسلمان فلسطینیمون کمک میکنیم. مرزها رو بستن، از افغانستان قاچاق میری ایران، از ایران قاچاق میری ترکیه، از ترکیه قاچاق میری یونان، از یونان قاچاق میری ایتالیا، از ایتالیا قاچاق میری فرانسه، از فرانسه قاچاق میری آلمان. این همه مرزها رو رد میشی، پدر کلانت که باز نکرده مرزها رو برات، همه این مرزها رو رد میشی و میدونی که 90% امکانش هست که در آبهای یونان هم غرق بشی، اما خودتو به اروپا میرسانی، چون که در اون هدفی که داری رسیدن به اروپا صادق هستی. ولیس للانسان الا ما سعى. اما وقتی که مثلا جهاد بشه و فلسطین بشه، اگر حکومت ها مرزا رو باز بگذارن به ما اجازه بدن، بعد ما نشون میدیم به یهودی ها که ما چقدر مردیم. برای قاچاق رفتن به اروپا آمریکا نیاز نیست که کسی مرزا رو برای اینا باز بکنه، خودشونو میرسونن هر طوری که شده میرسانند. اما مسئله فلسطین که بود، با منتظری میمونن که بعد حکام بیان اجازه بدن مرزها رو باز بکنن، بعد بگن بفرمایید تشریف ببرید. در هیچ مقطعی از تاریخ اسلام جهاد و مبارزه و مقابله با کفر و الحاد و شرک و یهود و نصارا راهش با گلها فرش نبوده. شما بگید دو طرف خیابون وایستن و سر شما گل بپاشن که شما بفرمایید تشریف ببرید به جهاد، نه خیلی اینطوری نیست. اونها همه چیزشون آشکار است. این سگ پیر کثیف خرفت آشغال بایدن بلند میشه جلوی این همه انسان، این همه مسلمان، این همه کشورهای اسلامی، از آمریکا بلند میشه در وقتی که غزه در خاک و خون میتپه، میاد در اسرائیل میگه ما از اسرائیل حمایت میکنیم، ما در کنار اسرائیل هستیم، هر چقدر سلاحی که باشه ما کمک میکنیم. حتی این جمله رو هم گفت که اگر که اسرائیل نمی بود ما اسرائیل رو ایجاد می کردیم و در کنارش وای می استادیم. چیزی نزدیک به این جمله. علنن. علنن. همین آلمان دیروز اعلان کرد که حتی با آتش بس انسانی هم در غزه موافق نیستیم، یعنی تا آخرین نفر بکشید. در شورای امنیت و سازمان ملل و این سازمان ها و ارگان های مزخرف بی ارزش کثیفی که خودشون درست کردن به خاطر حمایت از خودشون، میلیون مسلمان کشته بشه، خم به ابرو نمیارن، خار به پای یک آمریکایی بخله، جیغ و دادشان به آسمان میرسه، های حقوق بشر زیر پا شد. کجان اینا؟ هیچ، اصلا صداشون در نمیاد. اینها شدن خدای این مسلمان نماهای ترسو و بزدل و منافق. خداشون کی از بایدن، خداشون کی از پوتین، خداشون کی از ناتو، خدا شده برای اینها. باور کنید مؤمنین از خداوند اونقدر نمی ترسن که اینها از این بادارانشون می ترسن. سخنگوی ارتش اسرائیل بلند میشه میگه که ما داریم با حیوانات بشری در غزه میجنگیم. حیوانات بشری. یکی از این سازمان ها و از این شخصیت ها و از اینها محکوم نکرد.
شما تصور بکنید که اگر در گوشه ای از این جهان 10 تا سگ رو میکشتن با هم، 10 تا گربه رو زیر ماشین له میکردن، 10 تا میمون رو میکشتن، 10 تا خوک رو میکشتن، سر و صدای این انسانهای بیشرف در اومده بود به نام حقوق حیوانات که نه شرف دارن، نه وجدان دارن، نه انسانیت دارن. غزه به ما نشان داد که همه اینها دروغ است، همه اینها منافقت از حیوانیت است. 10 تا سگ رو اگر در جایی بکشن، سر و صدای اینها همه دنیا رو پر میکنه که به حقوق حیوان تجاوز شده. 5000 انسان بیگناه به خاک و خون کشیده میشه، صدای اینا در نمیاد. بیمارستان با بیمارها و با پرستارها و دکترها نابود میشه، منفجر میشه. میگه که خودشون با موشک خودشون زدن. مثل که یک احمقی چند روز قبل میگو مسلمان از خودمون، میگو که این حماس مال خود آمریکاست، مال خود اسرائیله. هر چند موقع یک بهانه میده دست اسرائیل که مسلمان ها رو بکشه. این عقل و شعور و منطق یک مسلمان است. دیگه بعد از این در دنیا کسی نیاد از حقوق انسان صحبت بکنه، از حقوق بشر صحبت بکنه، از کنوانسیون ژنو صحبت بکنه، از ملل متحد صحبت بکنه، از یونسف و یونسکو و فلان اینا صحبت بکنه.